سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون امروز خیلی خوب باشه. چه خبرها؟ چه کار میکنید روزا تو تابستون با این آب و هوا؟ البته خب بعضی جاها گرمه، بعضی جاها نه. من تصمیم داشتم بریم بیرون، میخواستم برم هم بگردم هم براتون ولایش رو بگیرم، ولی باور کنید اونقدر که هوا گرمه اصلا نمیشه. یعنی تو خونم همین موقع که میری حموم میای بیرون باز انگار که بدنت خیسه. یه 2-3 ساعت توی روز این مدلیه. من دارم آب لیمو ترش رو میگیرم، میریزم داخل این ظرف. حدودا اندازه 1/4 لیوان آب لیمو ترش نیاز داری. قراره که یه مرغ خوشمزه برای ناهار درست کنم، بعد گفتم ویدیوش رو هم بگیرم حالا که خونه ایم که شما هم ببینید به چه طریقی مرغ رو میخوام درست کنم. قراره توی فر بذارمش، بعد خیلی هم خوشمزه است. دیدید که مرغ یه جوریه که هم بعضیا دوست دارن بعضیا هم دوست ندارن، مثلا میگن یه بوی زهم میده یا حالا هرچی، بعضیا حساسیت دارن به بوی مرغ. این مدلی که درست کنید هم خیلی خوشمزه است، خوشخوراکه، دیگه هیچ بویی هم نمیده و فکر میکنم که دوستش داشته باشید. خب من اینو آوردم که آب لیمو رو صاف کنم. همجوری که با شما حرف میزدم حواسم نبود از صافی استفاده کنم یا از این آب لیموگیری ها، هسته هاش نیاد داخلش. خب این آب لیمومون. بعد روغن زیتون هم نیاز داریم. یک 1/4 لیوان هم روغن زیتون. اینم از این. ترکیب موادش خیلی خوبه. حالا نگاه کنید ببینید که چیا ترکیب میکنیم. اینجا ربع انار گذاشتم. 2 قاشق غذاخوری ربع انار میریزم. دقت کردید که ربع انار رو توی هر چی میزنیم خوشمزه میشه؟ فوق العاده خوش طعمه. 2 قاشق غذاخوری ربع گوجه. 1 قاشق چایخوری زردچوبه. البته این مواد نسبت به میزان مرغی که استفاده میکنید فرق داره. اینی که من دارم میگم حدوداً 8-9 تیکه مرغ جواب میده. 1 قاشق چایخوری یا کمترم فلفل سیاه. دیگه بستگی داره که چقدر تون دوست داشته باشید. 1 مقداری هم آویشن. اینجا چون یه کمی درشته من ریخم تو دستم که یه مقداری پودر ترش کنم. خب نمکش رو هم بزنیم. نمکش رو دیگه به اندازه خودتون تنظیم کنید. 1/4 لیوانم آب نیاز داره. حالا اینا رو همه رو با هم قشنگ ترکیب میکنیم. اونقدری همش میزنیم که ربا باز بشه. خب دوربینو بیارم نزدیک ببینید که دارم چی کار میکنم. ببینید یه سس نسبتاً غلیظی به دست میاد. بعد مرغا رو میذاریم داخلش. خب ببینید این سس هنوز جا داره که مثلا من 2-3 تا تیکه مرغ اضافه کنم، ولی من به تعداد خودمون دارم میپزم. حالا سسش هم که موقع پخت نیاز میشه، ولی خب جا داره. گفتم بهتون اندازه 8-9 تیکه مرغ که بخواید بریزید این سسی که مقدار موادش رو گفتم جواب میده. 3-4 حبه سیرم نیاز داره که پوره میکنیم داخلش.
میتونیم قبل از اضافه کردن مرغا بریزیم توی سس، بعد مرغا رو اضافه کنیم. خب دیدید مرغا رو گذاشتم توی مواد. حالا درست آب لیمو به زده بودیم، ولی یه لیمو بر میداریم حلقه حلقه میکنیم و میذاریم لابلاشون. من یه چاقو بیارم. اینم از این لیموها. ببینید اینم میذارم اینجا. خب حالا روش رو یه سلفونی میکشیم، درش رو، ظرفتون اگه در داره که خب درش رو میذارید. به این صورت. اینم از این. الان مرغا باید بره داخل یخچال، 2 ساعت باید استراحت کنه که این طعم مواد کامل به خوردش بره. حالا بیشتر هم میشه باشه، یعنی اگه برای شب میخواید درست کنید میتونید از صبح درست کنید این مواد رو، این سس رو درست کنید، مرغا رو بخوابونید داخل مواد. هرچی بیشتر داخل این بمونه خوش طعم تر میشه. خب من این رو بذارم داخل یخچال، بعد از اینکه استراحت کرد مزه دار شد میام بهتون میگم که به چه صورتی تبخش کنیم. این از مرغا. دیگه الان 2 ساعت گذشت، میگم بیشتر هم میشه بذاریم بمونه، ولی خب دیگه من میخوام برای ناهار درست کنم. دیگه از یخچال درش آوردم، لیموهاشو بر میداریم. الان یه ظرف پرکس بر میداریم یا هر ظرفی که بشه داخل فر گذاشت. خب یه سری پیاز و سیب زمینی من اینجا خرد کردم، پیازها رو خلال میکنیم. 2-3 تا پیاز نیاز دارید که به این صورت خلالی کنیم. حالا سیب زمینی ها رو هم میریزم. روشون رو بنا به سلیقه‌تون، حالا فلفل قرمز دوست دارید، فلفل سیاه دوست دارید، من یه مقداری فلفل سیاه میزنم، پاپریکا هم میتونید بزنید و اینکه یک مقداری نمک. الان یه مقداری با هم قاطیشون میکنم که ادویه ها به خوردشون بره. حالا مرغایی که مزه دار شده رو میچینیم روی سطح این سیب زمینی پیازا. من هم از ترکیب رون استفاده میکنم هم سینه، چون توی خونه ما مثلا مهداد اصلا رون نمیخوره، ولی میشه همه رو رون بذاری. خب این از این. حالا همین سوسی هم که داخل ظرفه همه رو میریزیم روی مرغا. دو سوم لیوانم آب نیاز داریم که از این کناره های ظرف میریزیم. من کمتر میریزم چون که سوسم بیشتر بود، اما شما وقتی قطعه‌های مرغتون بیشتره این 2/3 لیوان آب، نصف لیوان آب نیاز داره که از این کناره ها میریزیم داخل ظرف. حالا روی ظرفمون رو ببینید، این یه کاغذ روغنیه که من خیسش کردم، مرطوبش کردم که راحت تر بتونم بذارم روی ظرفمون. به این صورت میذارم چون که میخوام ورق آلومینیومی با غذا در تماس نباشه. حالا یه فویلم میکشم روی ظرفم. حالا نوبت اینه که بره داخل فر. فر رو باید بذاریم روی دمای 200 درجه یا 180 درجه.
حالا بستگی داره فرتون اگر دماش خیلی باله بذارید روی 180. طبقه وسط یک ساعت به همین حالتی که روش فویل کشیدیم میذاریم بپزه. خب اینم از این، رفت داخل فر. منم توی این یک ساعت میرم برنجو میذارم و برمیگردم. خب من از تو فر در آوردم، یک ساعت داخل فر میپخ فویلشو و این کاغذ روغنی رو برمیدارم. خب از نزدیک ببینید غذا رو به این صورته، همونجوری که میبینید خودش هم آب انداخته. حالا دیگه روکشش رو برداشتیم، این رو به همین صورت دوباره برمیگردونیم داخل فر، ظرف رو میذاریم توی فر، یک ساعت دیگه مرحله پختش ادامه پیدا کنه تا کامل بپزه. خب 2 ساعت شد، ببینیم در چه وضعیتیه. بخارش زد. خب من یه ظرف بیارم از این غذا تست کنیم. ببینید کامل پخته. تستش هم بکنیم. این غذا رو هم میشه با نون خورد هم با برنج. خیلی خوش طعمه، خیلی خوشمزه شده و همون 2 ساعت زمان رو میخواد که بپزه. الان بافت گوشتش کامل نرم شده، اون پیازه که کف ظرف میچینیم و ادویه‌هایی که بهش زدیم خیلی عطر خوبی داده، به خصوص سیر که طعمش با مرغ خیلی میافته و به نظر من طعم مرغ رو زیر و رو میکنه سیر. خیلی خوشمزه است، جاتون همگی خالی ولی کار نداره. اگر دیدید و خوشتون اومد درستش کنید و اینکه گریل بالاش هم وقتی میزنید زود خاموش کنید دیگه، یعنی در حد 1-2 دقیقه گریلش کار کنه. برای من 3-4 دقیقه گریل بالا روشن بود، اونم به دلیل اینکه خودم دارم ویدیو میگیرم و طول کشید تا دوربین رو بخوام وصل کنم و از فر در بیارم 3-4 دقیقه شد. شما سر 1-2 دقیقه گریل بالا رو خاموش کنید اگر که دوست داشتید روش تلایی بشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهیم کردید. یادتون نره لایک کنید، اگر که صحبتی داشتید برام کامنت بذارید. دوستتون دارم. مراقب خودتون خیلی باشید. خدا نگهدار.